سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران و خواهرانی هستیم که در دنیای فرآورده های نفتی کار میکنن. یاد تقریبا 40 سال پیش خودم افتادم. 40 سال پیش طلبه جوانی بودم، منو بردن یتیمخونه قم، دارالایتامی بود، بچه های یتیما بودن و ما میخواستیم برای اینها توحید بگیم. از همین فرآورده های نفتی توحید گفتم. حالا یاد 40 سال پیش گفتم بچه ها شما بگود ببینیم که از نفت چی در میاد. یک، بنزین، گازوئیل، دیگه روغن هم در میاد، روغن، بیر. خب بگید شما. نفت سفید، نفت سفید، گاز، نفت گاز. حالا حلال، سوخت هواپیما و غیره. از نفت این چیزا درست میشه. نفت خودش به این صورت در میاد یا دستگاه داره؟ با هم بگید. دستگاه داره به نام پا، لایش. پالایشگاه را خودش درست شده یا سازنده داره؟ سازنده داره. پس از نفت چیزایی توسط دستگاه پالایش، پالایش هم سازنده داره. گفتم حالا بچه‌م شیر میخوره از مادرش، این شیر مادر تو بدن بچه یک ناخون میشه، استخوان میشه، اشک میشه، آب دهن میشه، اشک شور، آب دهن شیرین، آب دهان میشه، استخون میشه، استخوان میشه، خون میشه، گوشت میشه. پس ببینید، نفت، شیر. از نفت چیزایی، از شیر چیزایی. این نفت دستگاه داره، بدن هم دستگاه داره به نام دستگاه گوارش. اون پالایش، این گوارش. پالایش سازنده داره، گوارش هم باید سازنده داشته باشه. خداشناسی بره بچه یتیما. گرفتید؟ نفت، شیر. چیزایی، چیزایی. با دستگاه، با دستگاه. اسم دستگاه پالایشه، اسم دستگاه گوارشه. پالایش سازنده میخواد، گوارش هم باید. یه توحید برای بچه یتیما یه 10-12 ساله گفتیم. خب یه صلوات ختم کنید به یاد 40 سال پیش. یک مسئله که امروز میخوام بگم اینه که آموزش پرورش و دانشگاه و ما طلبه ها که به نحوی معلم و مبلغیم، فکر میکنیم همین که یه چیز رو یاد دادیم، یا پدر و مادرها فکر میکنن که بچهشون رو کچلوارش خریدن و ایدیش دادن و حمامش بردن و آرایشگاهی بردن، اصلاحش هم کرد و ثبت نام هم کرد و یا دختره بزرگ شد جهازش جور شد. و ما به قسمت‌های رقمی میپردازیم، اما آیا کار همینه؟ یه معلم خوب کیه؟ سیما یه معلم خوب یا یه پدر مادر خوب یا یک آدم مربی استاد دانشگاه خوب؟ یک، اول باید جهل او رو علم کنه. خب این الحمدلله میشه کارهای آموزشی، جهلش علم کنه. اما یک
موضوع بگیم، نشانه معلم، مربی، والدین، مسئولین، نشانه خوب. معلم و مربی و والدین و مسئول خوب کسی است که یک، علم را ببخشید، این کار میشه، جهل را علم کنند. خب این که میشه الحمدلله. بدی مسئله دوم، یأس را امید کنند. یأس را امید کنند. طرف باسواده اما مایوس، تحصیلاتش بالاست، ایمانش ضعیفه. گفت خیابوناش بزرگه، روحش کوچیکه، قدش بلنده، همتش کوتاست. میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه خرجیش کنی؟ یعنی خدایا اگر یکی باشم تو قدرت داری خرج منو ده، اما اگر ازدواج کردیم شدیم دو تو، از کجا تو قدرت داری؟ این مشکل خدا داره، مشکل توحیدی داره. یا دو جا رفته ازدواج بهش زن ندادن، این دیگه میگه آقا ول کن دیگه، اصلا ما ازدواج نمیکنیم. یا ازدواج شکست خورده، به طلاق کشته شده، میگه نه ما اگر شانس داشتیم همون همسر اولم خوب بود. یأس. قرآن راجع به ازدواجایی که شکست میخوره میگه نمیدونه، شاید راجع به این آیه خصوصی داریم که شاید بعد از این یه فرجی برسه، شاید ازدواج دوم بهتر باشه. اینکه چون من شکست خوردم پس بدبختم، چون از کنکور رد شدم پس بدبختم، چون تو این تجارت شکست خوردم پس بدبختم. زود معیون مردم ما، جوان و دختر و پسر زود مایوس میشن، یعنی با یه شکست، یعنی واقعا شکستنی هستن. جامعه ما باسواد هست اما مس نیست، شکستنیه. ما باید در مقابل دشمنانی که میخوان ما رو به یأس بکشونن، نمیشه نشد، ما باید در خودمون امید را تقویت کنیم. خود این شکست ها عامل رشده. گاهی وقتا انسان یه جای شکست میخوره و این رشد میکنه، ما نمیدونیم. من میخواستم برم دبیرستان، دکتر مهندس شم، بابای من میخواست ما طلبه شیم، هر شب چونه میزدمون، بابامو هرس میخورد، منم میگفتم نه من باید برم. بالاخره در اثر فشار ما رفتیم دبیرستان، ثبت نام کردیم. سال اول من تو دبیرستان شکست خوردم، نه رفوزه شدم، یه برخوردی با بعضی بچه ها بود گرفت، و روز آخر این بچه های دبیرستانی ریختن سر ما یه کتکی به من زدن، به جوری که من افتادم دیگه رمق پا شدن نداشتم. اینا خسته شدن رفتن، منم یه مدت کنار کوچه های کارشون افتاده بودم. بعد پا شدم، دم نمیتونم پاشم، دلا دلا خودم رسوندم به خونه، صورتم سیاه. بابام گفت چطور شدی؟ چرا این طور شدی؟ گفتم میخوام تله بشم. دستشون درد نکنه اونا که من زدن. بله، اگر رو کتک نمیخوردم الان من 38 سال معلمم تو تلویزیون. 38 سال یه شب جمعه تعطیل نشده، تو کل 38 سال یه شب جمعه تعطیل نشده از طرف ما. خب حالا یه وقت آدم کتک میخوره، ولی از کجا؟ میگی لیمو ترش بده، اگر هندم هنر داشته باشه از همون لیمو ترش لیمونات درست میکنه. نه هر شیرینی شیرینه، لیمو شیرین شیرینه، ولی یه لحظه تلخ باشه. و نه هر ترشی بده، لیمو ترش بده ترشه، ولی مدت ها میمونه. معلم، مربی، استاد، پدر مادر باید به بچهش امید بده.
قرآن میگه انما علی عسر یسر، سختی ها میگذره. یکی از شعرهایی که آخرهای زمان شاه میخوندن میگفتن که سحر میشه، سحر میشه، تاریکی ها به در میشه. یه شعر میخوندن که جز راه به ما، یا یه عده اینا رو میخوندن. خب ترس او رو به شجاعت تبدیل کنه. به ما گفتن با آدم ترس و مشورت نکن. نه 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 نه، یه بار غرق میشی. خب آدم تا آخر عمرش میگه یه بار غرق میشیم پس شنا بلد نمیشه. نه نه، یه بار تصادف میکنه پس سوار ماشین هم نشیم، یه بار هواپیما سقوط میکنه پس سوار هواپیما هم نشیم. یه بار که ما باید ترس مردم رو تبدیل به شجاعت کنیم. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یک انسانی بود که 35 نفر، او زمان 35 میلیون، اول انقلاب ایران 35 میلیون، 35 میلیون ترسو رو شجاع کرد. اینو میگن مربی خوب. پدر و مادر باید به بچهشون جگر بدن، شجاعت بدن. حتی اگر یه وقت بچهشون شکستم خورد نگن نه نه پشت ماشین نشی، تو یه بار ماشین رو بردی زدی به دیوار دیگه سوار ماشین نشو. انسان تا شکست نخوره پیروز نمیشه. بچه‌هامون رو نترسونیم. در مشورت ها به ما گفتن، حضرت امیر فرمود با آدم ترسو مشورت نکن، از همه رشد ها بازت میداره. البته تهور هم خوب نیست که آدم بیکله را بره، هم تهور بده اعتدال، هم ترسو نباشد هم بیکله نباشد. اعراض او رو به استقبال تبدیل کنه. اگه چیزی بدش میاد خب یه کار کنه که این گرایش پیدا کنه. بچه نرازه به نماز سنگینه، چه کنیم که این بچه رو به نماز دعوت کنیم؟ شروع کنیم نعمت ها خدا رو بشموریم. اگر کسی یه دوربین عکاسی داد به شما، چقدر دوستش داری؟ خیلی. حال خدا دو تا دوربین بده، یه جفت چشم بده، چشم شما هم عکس ساده برمیداره، هم عکس رنگی، هم از دور، هم از نزدیک، از سه طرف عکس برمیداره. 90 سال 100 سال فیلمبرداری میکنه، خودش هم اتوماتیک حفاظت میشه. اشک شوره، چون چشم ما از پیه، پی به آب نمک اگر قاطی نشه خراب میشه. اشک ما شوره، موجه گذاشته چیزی تو چشم داره، پرک گذاشته چشم رو تو گودی گذاشته که هرچی هم زدی آسیب نبینه. ابرو گذاشته که جلو فشار نور رو بگیره، اگر ابرو نبود نور خورشید چشم رو اذیت میکرد. نعمت انگشت، نعمت پا، نعمت محبت، نعمت ابر، نعمت بارون. یه باد نمیاد شهرهای کلان شهرها میرن خفشن، همه منتظرن یه بادی بیاد این هوای کثیف رو ببره. ما به باد نیاز داریم، به بارون. حتی تلخی ها هم توش نعمته. ما اگر فشار سرما نباشه گرم کن درست نمی کردیم، اگر فشار گرما نبود کولر درست نمی کردیم، اگر بیماری نبود داروسازی نبود. یعنی این بیماری ها و ترخی ها و فقر ها هم توش مثل همون لیموترشه، لیموترشه، ولی تو همین لیموترش هم آثار و ویتامین ها و برکاتیست. یه بچه‌ای که اعراض کنه، نمیخواد درس بخونه، نگاه کنید چرا نمیخواد. کتابش سنگینه، معلمش بد اخلاقه، مدرسه‌اش دوره. یا آقا چرا نمیاد مسجد؟ نماز رو طولش میدین، مسجد دوره. شما الان هر کجای ایران خواسته باشی سیگار بکشی چند متر بری به سیگاری میرسی؟ شاید 30 رقم برای واردات بدن شما چیزی داری؟ ساندویج، عدسی، حلیم، پیتزا، نمیدونم کله پاچه، جگری، سیراب شیردون، بیسکویت. یعنی برای وارد شکم، ورود به شکم چند قدم را برید انواع دکونا هست. اما اگر انسان داره میره ادرارش گرفت، گاهی 5 کیلومتر هم برید بره ادرار نیم، بره واردات هست، بره صادرات نیست. اخیراً شهرداری ها یه کارهای کردن، ولی بالاخره وقتی ما پیرمرد زیاد داریم، مرض بیماری قند زیاد داریم، افراد هستن
بیماری قند دارن نمیتونن خودشون نگه دارن، بیماری دیگه. یه زمانی مدرسه ها دستشویی کم داشتن، بچه ها تو صف بودن، بعضی ها بچه ها ادرارشون نگه داشتن تا زور که برن خونه. من وقتی متوجه شدم خیلی تلاش کردیم، گفتن بودجه نی، زمان جنگ بود و انقلاب بودجه نبود، آموزش مدرسه های چند شیفتی داشتن و خیلی مشکل داشتن. می آمدن از من سخنرانی، هر کس می آمد او زمان، هر کمی من از من دعوت کنه، شرط سخنرانی من این بود که یکی دوتا مسترها بسازه. یکیشو گفت من پولم قابل نیست، گفتم اگر شک داری ثواب سخنرانی من مال تو، ثواب مسترسازی تو مال من. گاهی مسترسازی گاهی نداره، عبادته، اسمش بده. ولی به هر حال این مسئله یه جوری کنیم که چرا مسجد نمیاد. آب سرده، اگر آب گرم باشه بچه ها میان وضو میگیرن. حمد و سوره اگر قشنگ باشه جاذبه داره، مسجد اگر تمیز باشه جاذبه داره. باید مربی و معلم فقط غیر آموزش این اعراض این را که سنگینه بیم تبدیل کنیم به استقبال، تفرقه رو تبدیل کنیم به وحدت. این وحدت رو یه آیت همه حفظید، چند تا آیه حفظ نیستید. من قصه آیات رو بخورم، قرآن هم شانس داره، بعضی آیاتش رو همه مردم بهش عمل میکنن، مثل آیه کلو بخورید. تنها آیه یه که رو کره زمین همه بهش عمل میکنن، بعضی آیات هیچ که بهش عمل نمیکنه، مثل مثلا یا بیتون ندارب به هم سجدن و قیام. قرآن میگه یه آدم هستن شب تا صبح در حال عبادت هم، کی عمل میکنه؟ سجدن و بکی یا در حال سجده گریه میکنه، کی عمل میکنه؟ لا یخشون احدن، از احدی نمیترسن. ما فقط امام خمینی دیدیم که از هیچ که نمیترسه، باقی ها میترسن. قرآن بعضی آیات چه همه عمل میکنه، بعضی ها 10% عمل میکنه، بعضی 20% عمل میکنه. و آیه که همه حفظن اینه، نصفش رو هم گم نصفش رو با هم بگید، وعتصمو جمیعا، اینه حفظن ایرانی ها، یعنی همه متحد شد. ولی بعضی آیات مال وحدت کسی بلد نی، مثل کدوم آیه؟ مثل آیه حضرت موسی از کوه طور برگشت، دید مردم خدا پرست دور یه مجسمه گوساله، مجسمه گوساله گرفتن و فکر کنن این خداست. خیلی عصبانی شد که من همه زحمت کشتم شما رو به خدا دعوت کردم، رفتید گوساله پرستی. و این سر برادرش گرفت، فأخذ برأس اخیه یجره، این سر برادر گرفت کشید، گفت چرا گذاشته اینا گوساله پرستن؟ گفت انی خشیتو، من خشیت ترس، من ترسیدم انتقول فرقت بینه بنه، من ترسیدم گفتی تفرقه شد. میتونستم با انقلاب و قدرت جلوشو میگیرم، ولی ترسیدم دو دستگی پیدا بشه. من خشیت، من ترسیدم انتقول بیای به من بگی فرقت بین بنی اسرائیل، بین بنی اسرائیل دو جناح ایجاد کردی. ما مشرک و بت پرست میدونیم، قرآن مشرک و کسانی میدونن که عامل تفرقه هستن. لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم، مشرک نباشید. میگه مشرکیه نه فقط خورشید پرست، ماه پرست، بت پرست، من الذین فرقوا دینهم، در دین تفرقه است. این هیئت با اون هیئت، این مسجد با اون مسجد، حزب الله، حزب الله با هم درگیرن، اختلاف نظر دارن، هیچ کدوم کوتاه نمیان بعضیاشون. معلم و مربی خوب اینه که تفرقه رو به وحدت دعوت کنند، کینه رو به محبت. صرف این که من برم سر کلاس دانشگاه و حوزه و آموز پرورش یه چیزی یاد بچه‌ها بدم، اونام حفظ کنن، نمره بگیرن، این که آدم نشد که. محفوظات، نمره، مدرک. ولی این حاضر نیست این کینه رو عدد بره. ما بشینیم با کسی که کینه داره بگیم آقا چرا کینه داره؟ بگیم همچی شده، همچی شده. بگیم خب شاید نداره، شاید او درست میگه. یه کسی رفت چلو کبابی رستوران غذا خورد و سرشو پایین داخت پول نداد،
این رستورانه گفت آقا بی ببینیم شما پول ندادی؟ گفت درست میگی. گفت خب درست میگی بده. گفت درست میگی. هی گفت پول بده. گفت درست میگی. یه نفر قضا میخواد گفت آقا چرا مردم آزاری میکنی؟ خب بده. گفت تو هم درست میگی. یه نفر گفت بابا شاید نداره. گفت ها تو هم درست میگی. و آقایی که کینشه داری ممکنه بر این اساس باش صحبت کن، ممکنه حل بشه قصه. گاهی وقتا کینه کسی رو داریم بر اساس مثلا فکر میکنیم ایشو پول داره و میتونه مشکل من حل کنه، بر اساس فکر میاد تقاضا میکنه، بر اساس خیال. کسی آمد نهضت سوادآموزی گفت خواب دیدم امام رضا رو به من گفته اقدر گریه نکن، بدهکاری برو پلو قرائتی بدهی رو حل میکن. گفتم به امام رضا بگو شما دیگه مثل بعضی بازدادی ها چه که بیمحل نده، اول پول بفرست بعد حواله کن. بعضی بازدادی های طوری هن چه که بیمحل نده. خیلی وقتا بر اساسی که من میتونم این کار رو بکنم. همه امروز صبح یکی سمده که آقا من پسر خواهرم لیسانس کار نداره، اینو بنویس به فلان اداره استخدام کنم. استخدام درش بسر، رئیس جمهورم تو استخدام مونده، میلیون ها تحصیل کرده داریم، اینا هم منتظر شغلن. گفت نه، به من گفتن اگر قرائتی بنویسه کار بده. گفتم من خودم 3 تا دکتر لیسانس دارم، هیچ جا استخدامش نکرده. استخدام درش بسته. من تو دنیای خیال میگه قرائتی یه امضا برای من نکره، چی نمیده داره؟ میگه برو، من مسجدم نمیام. بهش گفتم یه امضا که برای دو پسرخواره من امضا نکرد. یعنی تو دنیای خیال فکر میکنه امضای من ایجاد اشتغال میکنه، بر اساس فکرش نسبت به من کینه داره، بر اساس کینه مسجدم نمیاد. یعنی همه به هم بنده و پاش به هیچ جا بند نیست، پاش به هیچ جا بند نیست. باید بشینیم افرادی که کینه دارن باشون صحبت کنیم. واقعا ممکنه توقع شما بیجا باشه، ممکنه بجا باشه. اگر بجاست با اون طرف حرف بزنیم، اگر بیجاست با این طرف حرف بزنیم. معلم فقط این که یا بیاد یه چیزایی یاد بده بره، این معلم ناقصیه. معلم خوب کسی است که کینه ها را به محبت تبدیل کنه. یه مادری 3 تا خرما داشت، یه خرما داد به این بچه‌اش، یه خرما داد به اون بچه‌اش. تو خورما سوم با دقت همچی خیلی با دقت اینو نصفه کرد که تبعیض نباشه. حضرت علی وقتی دقت خانم دید گفت مادر تو به خاطر این دقت اهل بهشتی، مواظب هستی که اگر یه بچه رو بوسیدی او بچه رو ببوس، یکی رو میبوسی یکی رو نبوسی، به یکی میگی فاطمه خانم، به یکی میگی فاتی. چرا میگی فاتی؟ یا هر دار بگو فاتی یا هر دار بگو فاطمه خانم. و صبر بینهما فی اللحظه و النظره. تو نهج البلاغه داریم نگاه که میکنی به همه مردم یه جور نگاه کن. اینطور نباشه که یک کسی رو 10 ثانیه نگاهش کنی، یک کسی رو 2 ثانیه. نگاهاتون یه جور باشه. حتی اگر پدر و مادر وصیت کن که به این بچه‌م بیشتر ارث بدید به اون بچه‌م کمتر، گناه کبیره کرده. من الکبائر، این که در ارث یه بچه رو بیشترش بده یه بچه کمتر. بله ممکنه یه بچه ضعیف باشه، کوچیک باشه، اون یه دلیلی داره چون ضعیف‌تره بیشتر بهش بده. مثلا آدمی که خب پاش بزرگه خب کفشش گشاد‌تره، دیگه این تبعیض نیست. چیزی دارم میگم امروز، میخوام بگم صرف این که بره عید لباس برای بچه‌ها خریدون، ثبت نام کردیدون، یه سفرش بردیدون، سرششونه کردیدون، جهازیش جور کردیدون، مسکن خریدون، این کارهای مادی دستتون درد نکنه. ولی وظیفه ما اینجا تمام نمیشه. بچه شما کینه ایه، بشین کینه رو حل کن. بچه شما مایوسه، بشین یأس رو حل کن. قرآن ها پر از قصه هایی که میگه مایوس نشو، بچه دار نشدی مایوس نشو. حضرت زکریا پیری بچه دار شد. یکی دیگه، بچه دار نشدی مایوس نشو. حضرت ابراهیم 100 ساله بچه دار شد. از درخت خشکم ما میتونیم میوه درست کنیم. مریم درخت خشک رو تکون بده، رطب تازه برد میاد. پرنده های ابابیل تونستن لشکر ابرهه رو که فیل سوار بودن ترمیهم به حجارتن
مسیجی با پرنده ها میتونه. کلاغ میتونه معلم میلیاردها بشه. حضرت آدم دو تا بچه داشت، حابیل و قابیل، یکی یکی رو کش، فکر بود با جنازه چه کنه. یه خوده دوش گرفت، یه خوده بالا سرش واسید، فکر کرد، یه خوده کشیدش. کلاغ اومد چیز زیر خاک کرد، گفت تو مرده رو زیر خاک کن. یعنی خدا بخواهد اشرف المخلوق را که پیغمبره با تار عنکبوت حفظ کنه. به اینا هم باید رسیم. اضطراب او را به آرامش تبدیل کنیم. سنگدلی او را به نرمدلی تبدیل کنیم. کسالت او را به نشاط تبدیل کنیم. اسراف او را به صرف جویی. دنیا گرایی را به ابد گرایی. اطاعت از نااهل را به اطاعت از اولیای معصوم و عادل تبدیل کنیم. خلاصه وظیفه پدر و مادر و معلم و مربی و استاد دانشگاه و روحانی این نیست که فقط یه چیزا یاد بده سبره. تفقد باد که من وقتی رفتم تو تلویزیون گفتم خدا رو شکر هر چی میخوام یه شبه به همه مردم ایران میگم. بعد دیدم فکر اشتباهیه. گاهی گفتگوی تن به تن اثری داره که گفتگوی میلیونی اثر نداره. امام دو بار با من خصوصی صحبت کرد. من حرفا امامو یادمه که امام خصوصی چی اومد گفت. اما سخنرانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در حسینیه جماران ضبط شد و میلیونی پخش شد یادم رفته. یعنی سخنرانی ها میلیونی از ذهنم پریده اما خصوصی. این کار حقه، کار باطلش، کار باطلم طوره. تریاکی ها اینترنت دارن یا ماهواره یا فضای مجازی، مجله دارن یا روزنامه یا دانشکده، حوزه علمیه دارن یا مسجد محراب یا تریبون و منبر. تریاکی ها هیچی ندارن، خونه به خونه میرن، چهره به چهره، تن به تن تریاکی درست کنن. چهره به چهره آیه داریم، بله آیه چهره به چهره نه. یا عبته پدر جون، پسر با پدر شرف میزنه. یا بنیه پسر جون، یا عبته پسر، قل نسای که با خانم استفاد کن. پیغمبر درسته یا ایها الناس میگی با امت، اما یا نساء النبی خصوصی هم بگو. ما هم تبلیغ عمومی باید داشته باشیم، هم تبلیغ. این که ما بگیم آقا ما درس رو دادیم، کتاب تموم کردیم، امتحان کردیم. اصلا گاهی وقتا تو اردوها یه چیزی معلم میفهمن که یه عمری سر کلاس متوجه نمیشون. یه عجب تو اردو خود بلزه گفتن گاهی وقتا افراد آدم نمیشنسه، تو سفر آدم میشنسه، گاهی افراد آدم نمیشنسه، تو معامله آدم میشنسه. باش معامله که میکنیم فهمی عجب، نه اینی که فکر میکردی اون نیست. صرف آموزش و لباس و مسکن، خوراک، پوشاک، مسکن، اینا اصول دین ما نیست. خوش به حال اون استادی که یأس را تبدیل به امید، ترس را تبدیل به شجاعت، سنگدلی را تبدیل به نرمدلی، کینه را تبدیل به محبت. یعنی غیر از آموزش های طوری به انسانیت انسان هم برسه. خدایا هر جا غافل بودیم کمش گذاشتیم ببخش، ما را متوجه وظیفه من قرار بده و توفیق عمل مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.